سلام، اگر از کاربران محصولات اپل باشید قطعا این تجربه رو داشتید که بدون وجود اپل آیدی از هیچ یک از سرویس های کمپانی اپل روی پلتفرم iOS و حتی macOS نمیتونید استفاده بکنید. و اگر کاربر غیر حرفه‌ای اپل باشید مجبور میشید که اپل آیدی رو بخرید. قبل از اینکه بریم سراغ اینکه بررسی کنیم که چرا اگر اپل آیدی رو نخرید و اپل آیدی رو بسازید چه مزیتی براتون داره، میخوام یک بار این تابو رو توی این ویدیو بشکنم. اپل آیدی اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، یک اکانته مثل گوگل اکانت که شما روی پلتفرم اندروید استفاده میکنید یا مایکروسافت اکانت که شما روی پلتفرم مایکروسافت استفاده میکنید و در واقع یک پارچگی ایجاد میکنه بین دستگاهاتون و در واقع سیستم عامل هایی که توی نقاط مختلف دارید استفاده میکنید و با یک کلاد مشترک میتونید فایل هاتون رو در واقع شیر بکنید. قبلا هم یه دونه ویدیو در این باره درست کردم که کارتش رو قرار دادم، میتونید برید ببینید که در واقع اینکه اکانت بسازید و در واقع لاگین باشید روی پلتفرم های مختلف چه مزیتی داره. اما دوباره بریم سراغ اپل آیدی. اگر یوزر آماتور باشید مجبور میشید اپل آیدیتون رو توی ایران بخرید. این نامرسوم ترین روش در واقع استفاده از اپل آیدی در سراسر دنیاست که توی کشور عزیز ما داره ازش استفاده میشه، به خاطر تحریم هایی که البته کمپانی اپل به حق قرار داده، به خاطر که توی کشور ما تحریم هستش و ما نمیتونیم روی سایت اپل اپل آیدی بسازیم و در واقع از اکانت خودمون به عنوان اپل آیدی روی دستگاهمون استفاده بکنیم. توی ویدیو قصد دارم بهتون یاد بدم که چطور میتونید برای خودتون روی سایت اپل با وجود محدودیتایی که وجود داره اپل آیدی بسازید و اینکه در نهایت وقتی اپل آیدی خودتون رو استفاده میکنید چه مزیتی داره. تا آخرین ویدیو رو تماشا کنید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. خب دوستان، خیلی سریع بریم سراغ ساخت اپل آیدی و ببینیم که چه چالش هایی برای این کار پیش رومون وجود داره و البته اینکه چه چالشی وجود داره که افراد بیشتر مجاب میشن که اپل آیدیشون رو بخرن تا اینکه اپل آیدیشون رو بسازن. محدودیت هایی وجود داره که خب به راحتی نمیشه از اینها عبور کردش. من خیلی سریع اینجا وارد سایت اپل میشم. اینم بهتون بگم بچه، من از وی پی ان استفاده میکنم، یعنی همین الان وی پی ان زدم به این علت که میدونم سایت اپل تشخیص میده آی پی من رو و اگر آی پی من دیتکت بشه و تشخیص داده بشه، اگر از شماره تلفن امریکا واسه دریافت پیامک استفاده بکنم که اصلی ترین چالش هستش توی ساخت اپل آیدی، احتمال این که من رو بلاک بکنه خیلی زیاده. به خاطر همین من این ریسکو پایین میارم و از وی پی ان استفاده میکنم و وی پی ان هم کشورم رو امریکا انتخاب میکنم که آی پی ام امریکا باشه. حالا من اینجا از این زنبیلی که اینجا وجود داره گزینه اکانت رو انتخاب میکنم. خب اینجا هم میتونم اپل آیدی مو وارد کنم، همین که میتونم گزینه create your new رو انتخاب کنم که من اجازه میدونی این آیدی جدید داره خودم بسازم. خیلی عادی مثل همه فرم ها در واقع مثل خیلی از register application ها من اینجا میتونم وارد کنم اسم کشورم رو امریکا انتخاب میکنم، بهش سال و ماه و روز تولدم رو میدم، ماه 06/02/1986 چون من با افتخار ده 60 هستم و حالا اینجا آیدی رو بهش میدم. من در واقع ایمیلم رو ایمیل در واقع گوگلم رو که میشه جیمیل
به عنوان اپل آیدی میدم. و پسورد یک بار هم کانفیرم پسورد. ببینید که مثل ساخت همه آیدی هایی هستش که میرسیم به مرحله که باید یک شماره تلفن بدیم. اینجا اونجاییه که خب ما که سیم کارت امریکا نداریم بخوایم یک شماره تلفن امریکا بدیم که حالا اون بیاد توی این قسمت به ما یه دونه تکست مسیج جهت وریفیکیشن بده. بنابراین خب این مسئله چون راحت قابل حل کردن نیستش، خیلی ها ترجیح میدن که خیلی سریع، به خاطر که دستگاهی که مبلغ گزافی بابتش پرداخت کردن خیلی سریع بتونن ازش استفاده بکنن، همونجوری یه اپل آیدی هم میخرن. اما راهکارهاش چیا هستش؟ سایت هایی وجود داره که شما میتونید خیلی راحت توی گوگل سرچ بکنید، به شما یه دونه شماره تلفن میده، اون شماره تلفن یا شماره سیم کارت اشتراکی هستش و به خیلی های دیگه هم اون شماره رو میده و در واقع شما اون شماره رو اینجا وارد میکنید، یک پیام واسهتون میفرسته، میرید توی اون پنل اون شماره که بهتون داده، پیامک خودتون رو برمیدارید و اینجا حالا کد وریفیکیشن رو پیست میکنید. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که خب اون شماره اس ام اسی که به شما داده در واقع میتونم بگم که به هزار نفر دیگه هم داده. بنابراین اون شماره به صورت دیدیکیت برای شما نیست و بعد از مدتی اون شماره تغییر میکنه و اون شماره اگر تغییر بکنه اپل خیلی راحت آیدی شما رو بلاک میکنه و تشخیص این که این آیدی ها، این شماره اس ام اس ها در واقع شماره سیم کارت ها فیک هستن برای اپل خیلی راحته. بنابراین کاری که شما باید انجام بدید اینه که حتما یه دونه شماره سیم کارت داشته باشید که برای خودتون باشه. اما چطوری میتونید این کار انجام بدید؟ اینجا خیلی جالبه برای ما ایرانی ها این مشکل روی اپل توسط گوگل قابل حل شدن هستش. کمپانی گوگل یک سرویسی داره به اسم گوگل وایس و شما اگر توی گوگل وایس بخواید رجیستر بکنید باید یه دونه شماره سیم کارت داشته باشید که گوگل اومده یه سری شماره ویرچوال درست کرده و اینها رو شما میتونید برید بخرید. حتی اگر ایران نباشید، خارج از ایران هم باشید، برای استفاده از سرویس گوگل وایس باید در واقع از شماره های گوگل وایس استفاده کنید که این شماره های گوگل وایس هر جای دنیا باشید پولی هستن و باید حالا با کریدیت کارت خودتون پول پرداخت کنید و این شماره ها رو بخرید. ولی این شماره های ویرچوال دیگه برای خودتون میشه و میتونید باهاش در واقع همکار داشته باشید به صورت اینترنتی، هم میتونید در واقع سرویس اس ام اس داشته باشید و کاملا هم مورد تایید روی سایت اپل هستش، در واقع کاملا وریفاید شده هستن، میتونید استفاده بکنید. اما برای اینکه اینا رو بخرین چجوری میتونیم کار انجام بدیم؟ سایت هایی توی کشورمون هستن که این در واقع شماره ها رو میفروشن، شما خیلی راحت میرید اینا رو میخرید و ازشون استفاده میکنید. من یه دونه از این شماره ها رو در واقع قبل خریداری کردم، حالا میخوام که بهتون یاد بدم که چجوری میتونید ازشون استفاده بکنید. توی همین ویدیو اتفاقا این کار رو انجام میدم که شما ببینید که چقدر ساده میتونید از سرویس گوگل وایس استفاده بکنید و برای ساخت اپل آیدی هم ازش استفاده بکنید. اما موردی که وجود داره توی کشور ما، چون ما نمیتونیم با کریدیت کارت هایی که داریم، چون مستر و ویزا نیستن، نمیتونیم بریم اینا رو مستقیم بخریم، چه کاری باید انجام بدیم؟ در واقع وقتی ما این کار این شماره ها رو روی یه دونه آدرس جیمیل به شما میفروشن و بعد شما میتونید شماره ای که توی اون آدرس جیمیل هستش رو به جیمیل خودتون ترانسفر بکنید. این کار الان میخوام واسهتون انجام بدم که ببینید چطوریه و بعد برگردیم روی اپل آیدیمون و اپل آیدیمون رو بسازیم. خب دوستان، این گوگل اکانتی هستش که من خریداری کردم و روی این گوگل اکانت یه دونه شماره سیم کارت مجازی امریکا وجود داره. خب توی همین اکانت که اصلا کار ندارم اکانتش چیه، برای اهمیتی نداره،
کاری که انجام میدم میام رو قسمت فون یه دونه شماره سیم کارت میبینم، این فلش رو میزنم، چیزی که وجود داره اینجا به من نشون میده که یه دونه شماره تلفنه روی گوگل اکانت که وریفای شده 27 جولای، عکس پرچم آمریکا هم داره که معلوم میشه واسه امریکا هستش. من این فلش رو به جلو رو دوباره میزنم، توی این قسمت در واقع فون نامبر یه دونه یوزیج داره واسه گوگل وایس و اصلا میرم وارد گوگل وایس میشم. کاری که انجام میدم وقتی وارد گوگل وایس شدم، این قسمت توی ستینگ این شماره رو من نشون میده وقتی ستینگ رو میزنم توی گوگل وایس. وقتی ستینگ رو میزنم یه چیزی به من میده، میتونم این شماره رو دلیت کنم یه شماره دیگه بذارم، اگر این واسه شرایطی که مثلا من توی امریکا زدم زندگی میکنم و دسترسی به شماره تلفن اصلا میخوام شماره سیم کارت واقعی حقیقی خودم رو که توی موبایلم وجود داره رو بذارم اینجا. موردی که وجود داره میام اینجا این رو در واقع من میام ترانسفرش میکنم و ترانسفرش میکنم به آدرس جیمیلی که الان دارم باش اپل آیدی میسازم. خب اینجا از من میخواد که من اون آدرس جیمیل رو بهش بدم. کاری که میکنم من از این شماره یه دونه پرینت اسکرین میگیرم که داشته باشمش، یکم ریسکی کاری که داریم انجام میدیم و بیاریم پایین. اینجا میتونم چنج بکنم، میتونم دلیت بکنم این شماره رو از روی این اکانتی که الان خریدم و میتونم این شماره رو ترانسفر بکنم. کاری که انجام میده به من یک نوتیفای میده، میگه که تو اگر مثلا این شماره رو انتقال بدی توی ستینگش چه اتفاقی میفته، چه چیزایی رو ممکنه که از دست بدی، و میگه که شما نمیتونی ترانسفر بکنی این شماره رو به گوگل اکانتی که در واقع گوگل وایسش اکسپت نشده و حالا یه سری نوتیفای داره به من. اگه بخوام این کار انجام بدم select destination account to continue، میگه که اون اکانت مقصدت رو اینجا لاگین بکن. من روی اون لینک میزنم که لاگین بکنم، میگم که این در واقع چیز من هستش، اکانت هدف من هستش که در واقع همون اکانتی رو دارم میدم که روی اپل آیدی میخوام ازش استفاده بکنم، و بعد نیکست میزنم، امیدوارم ارور نده. خب حالا اتفاقی که میفته اینه که روی موبایل من، چون من سرویس دبل وریفیکیشن رو فعال کردم، روی موبایل از من وریفای میخواد، میگه که این اکانت که الان داری لاگین میکنه شما هستی، من یس میزنم. خب حالا همونطوری که میبینید الان این شماره منتقل شده به گوگل وایس من، دقیقا همون اکانتی که من میخوام با اپل آیدی بسازم. برمیکردم در واقع میخوام که ساخت اپل آیدی رو ادامه بدم. خب حالا میام شماره ای که دارم رو وارد میکنم، 234-980-127 میام این شماره رو وارد میکنم. بهش میگم که من مسیج بده، همین دیگه هم زده میشه. یک بار این رو کد میکنم چون نمیخوام زحمت به زور خوندنش رو به خودم بدم. خب یه دونه کد واسه من فرستاده به آدرس جیمیل هم اینجا میگه، من فکر کردم اسمس واسه من فرستاده وارد جیمیل هم میشم. یه ارور، چک میکنم که وی پی ان هم قطع نشه در طول این پروسه که دارم انجام میدم، یا دیتا از اپل واسم اومده. این وریفیکیشن رو کپی میکنم روی اپل پیست میکنم، کانتینیو میزنم. این یک مرحله وریفیکیشن هستش. حالا میگه که روی فون نامبرت من یه چیزی فرستادم، باز چک کن. اینجا دقیقا همون اسمسی که واسه من فرستاد دقیقا اینه، این که یه دونه اسمس برای موبایل شما جهت تا کد تایید
یا همون وریفیکیشن کد برای شما بیاد. 833.56 833.56 کاما بذارید یه بار بخونم، مثل این که کدش اینه 95-35-21. امیدوارم کد درست داده باشم. این هم کد تایید. خب دوستان، اپل آیدی ما ساخته شد، اسم و فامیل با آدرس جیمیل اپل آیدی ما ساخته شد. شارژ لپتاپ منم داره تمام میشه، اومده زیر 10%. همونطوری که میبینید با یک شماره تلفن آمریکا، و از اینجا به بعد هم من برای تمام کارهایی که میخوام انجام بدم تو سایت های مختلف رجیستر بکنم، اونا اگر محدودیت داشته باشن، کشور ایران توشون وجود نداشته باشه، توی اون لیست اسم کشور ایران، کد کشور ایران وجود نداشت، به خاطر همین من مجبورم کشور آمریکا کشور ثالث رو انتخاب بکنم، به شرط اینکه یک شماره تلفن بتونم از اون کشور داشته باشم. بنابراین میتونم از این شماره تلفن استفاده بکنم و اپل آیدی ما هم ساخته شد. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لذت میبرم از اینکه واسهتون ویدیو میسازم، ویدیوهایی که کاربرد دارن میتونید ازشون استفاده بکنید، مشکلاتتون رو، چالش هایی که جلوی روتون هست رو مرتفع بکنید و از این طور حرفا. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید، مرسی که تا اینجا با من بودید، مرسی که حوصله کردید. کانال من رو سابسکرایب بکنید، البته اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد. ببخشید اگر یکم اینطور این تیپ ویدیوها حوصله سربر هستن، ولی خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.